سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هزاران نفر از شاعران و ستایشگران اهل بیت علیه السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و تعدادی از ستایشگران و نغمه سرایان اهل بیت علیه السلام فضای حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه را با عطر مدایح و مناقب دخت گرامی پیامبر است اسلام معطر کرد. سرچشمش از مائده بزعت و من نیست، خونی که دویده است میان شریانش زهرا، اثر سیب بهشتی است که احمد بعد از شب معراج رسیده به دهانش. اشراق آسمانیه تبارک است صبح نزول سوره کوثر مبارک است. مثنوی مدح تو باید نوشت، نام تو ممتاز ممتاز هاست، در صحف سینه تو راز هاست. عشق تو سرلوحه برنامه هاست، فاطمه علامه علامه هاست. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به مقامات معنوی و عظمت روحی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نامگذاری روز ولادت آن حضرت به عنوان روز زن، زن را در منطقه اسلامی برخوردار از یک چهارچوب کامل خواندند و افزودند زن اسلامی دارای ایمان، عفاف، رشد علمی و معنوی، اثرگذار در اجتماع، مدیر خانواده و مایه آرامش مرد و در کنار آن برخوردار از خصوصیات زنانگی مثل لطافت و آمادگی برای دریافت انوار الهی است. رهبر انقلاب اسلامی الگوی زن اسلامی را زنان بزرگی همچون حضرت فاطمه زهرا و حضرت خدیجه کبرا دانستند و گفتند در مقابل الگوی اسلامی الگوی انحرافی زن غربی وجود دارد که به جای همه خصوصیات برجسته و ممتاز زن اسلامی شاخصهایی همچون برهنگی و جلب نظر و التزاز مردان را در خود دارد. ایشان ملزم بودن مردان به پوشیدن لباس کامل و تشویق زنان به برهنگی هرچه بیشتر در مجالس رسمی غرب را نمونه از سوق دادن زن غربی به ولنگاری و بیبندوباری برشمردند و افسودند امروز زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی است. حضرت آیت الله خامنه ای طرح مسائلی همچون عدالت جنسیتی در سخنان غربی ها را ظاهری و مسئله خالی از واقعیت دانستند و با اشاره به اذعان تعداد زیادی از زنان صاحب مقام غربی در ماه های اخیر به قرار گرفتن در معرض سوء استفاده و خشونت در جریان مسائل اداری گفتند اسلام به وسیله حجاب در را بر روی این نقطه انحراف بسته است. بنابراین حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است نه محدودیت او. ایشان عدالت جنسیتی در اسلام را به معنای محترم و مورد تعرض قرار نگرفتن زن و جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در خانواده دانستند و تاکید کردند. برای فهم آنکه چه چیزی خشونت هست یا نیست باید از منطق و فکر اسلامی استفاده شود نه از تعالیم غرب. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است افزودند بانوان ایرانی با حفظ حجاب استقلال هویتی و فرهنگی خود را به دنیا صادر و این سخن جدید را اعلام می‌کنند که زن می‌تواند با حفظ حجاب و عفاف و جلوگیری از سوء استفاده مردان بیگانه و زیاده طلب در میادین اجتماعی حضور فعال و مؤثر داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای زن را مدیر و محور خانواده و نقش مادری، همسری و ایجاد آرامش در خانواده را مهمترین شغل و مسئولیت او دانستند و به زنان ایرانی توصیه کردند مفاهیم اسلامی و چارچوب‌های قرآنی درباره زن را حفظ و تقویت کنید و آن را از آفاتی همچون اسراف، رقابت‌های منفی و الگو گرفتن از زن منحرف غربی دور بدارید.
ایشان در ادامه 40 سال توطئه مستمر و بی‌نظیر دشمنان علیه ملت ایران و در این حال بالندگی و پیشرفت روزافزون شجره طیبه انقلاب را مایه افتخار و نشانه لطف الهی خواندند و گفتند دشمنان ایران از چند ماه قبل در اتاقهای فکر دور هم نشستند و برای 3 ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی افسودند در دی ماه و بهمن ماه دیدید که مردم چگونه جواب آنها را دادند و ملت ایران همواره آماده است که هر متجاوز و متعرضی را به جای خود بنشاند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ابعاد توطئه و طراحی دشمنان با اشاره به تبلیغات پرحجم و هزینه‌های سرسام‌آور آنان برای اثرگذاری منفی بر نقطه هویت مستقل و فرهنگی زن مسلمان یعنی مسئله حجاب گفتند آن همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری اثر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله ای نیست اما آنچه بنده را حساس می‌کند طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است. ایشان افزودند این عده که در میان آنها روزنامه نگار، روشن فکر نما و آخوند معمم هم وجود دارد همان خطی را دنبال می کنند که دشمن نتوانسته با آن همه هزینه در کشور به نتیجه برساند که انشاءالله این کارشان نادانسته باشد. رهبر انقلاب اسلامی با رد ادعای این افراد مبنی بر اینکه دستور امام راحل درباره حجاب زنان مربوط به همه زنان نبوده است گفتند این حرف غلط است زیرا ما آن زمان بودیم و خبر داریم که امام بزرگوار در مقابل این منکر واضح که به دست پهلوی ها و دنباله های آنها در کشور ایجاد شده بود همچون همه منکرات مثل کوه محکم ایستاد و گفت حجاب باید وجود داشته باشد. ایشان افزودند نظام اسلامی با فردی که در خانه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد کاری ندارد اما کاری که در خیابان و در ملأ عام انجام می شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام تکلیف ایجاد می کند. رهبر انقلاب با رد حرف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند گفتند این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می توان گفت مثل اینکه بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد آیا این حرف درست است؟ حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که ما مفتخر به حجاب زنان ایرانی هستیم و زن ایرانی با حجاب اسلامی و چادر ایرانی توانسته در عین خانه‌داری و همسرداری به بالاترین رتبه‌های علمی و فرهنگی و حضور مؤثر اجتماعی دست یابد افزودند این کار خطای بزرگی است که برخی افراد برای ایجاد میل غلط و انحرافی به فرهنگ غربی به دنبال دور زدن قوانین هستند. ایشان در همین زمینه با انتقاد از انجام برخی اقدامات خلاف در زمینه سیاست‌های جمعیتی و آموزشی گفتند باید جلوی هر گونه تخلف از سیاست‌های اسلامی گرفته شود و مسئولان باید کار و قوانین را به نحوی پیش ببرند که اهداف اسلام تامین شود نه اهداف دشمنان. رهبر انقلاب اسلامی فرهنگ الهی را تضمین و تأمین کننده استقلال و آزادی ملت ایران دانستند و گفتند ولنگاری و اسیر دست بسته فرهنگ غرب بودن آزادی نیست بلکه آزادی یعنی ایمان، فکر، فرهنگ و الگوی اسلامی خود را داشته باشید و دنبال کنید. رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند توصیه خطاب به مداحان پرداختند. ایشان با اشاره به دشمنی‌های خباثت آمیز علیه نظام و ملت ایران، ستایشگران اهل بیت علیه السلام را در رسانه‌های مهم در مقابله با این دشمنی‌ها خواندند و خطاب به آنان گفتند باید با افزایش معرفت و عقلانیت و ایمان مخاطبان و روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخلاق اسلامی تأکید بر اتحاد ملی و گسترش برادری و مهربانی وظیفه سنگین خود را انجام دهید. بخش پایانی سخنان حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ به سخنان مقام های آمریکایی و اروپایی در مخالفت با حضور منطقه‌ای ایران بود. دشمنان مرتباً در زمینه‌های سیاسی شبه آفرینی می‌کنند امروز راجع به اینکه ایران چرا در منطقه حضور داره حالا مدعی کیه آمریکا که همه جا حضور
فتنه‌گرانه و مفسدانه پیدا میکنه. هر جا آمریکا هست فساد هست، هر جا آمریکا هست فتنه هست. دولت آمریکا فتنه‌گر و فساد انگیز و ما میگه شما چرا در منطقه حضور دارید؟ خب ما در منطقه حضور داریم، باید از تو اجازه بگیریم. ما برای حضور در منطقه بایستی با دولت‌های منطقه مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. با شما چرا بیایم گفتگو کنیم؟ هر وقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم، بله با شما باید گفتگو کنیم. همینطور کشورهای اروپایی میان آقا ما میخواییم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه. به شما چه بربوده؟ شما چرا تو منطقه هستی؟ اینجا منطقه ماست یا منطقه شماست؟ اگه منطقه ماست شما اینجا چه کار میکنید؟ منطقه ماست، با خودمون، با مردم منطقه، با حکومت‌های منطقه مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، قرار میذاریم. الحمدلله قرار گذاشتیم، الحمدلله موفقم شدیم، الحمدلله پیشم رفتیم، انشاءالله بعدم پیشتر خواهیم رفت.